اکثر آنها قلبانان جوانی هستند که بعد از حمله عراق به پایگاه‌های کشورمان فکری جز دفاع از کشور ندارند. محمد عتیقچی یکی از این خلبانان است. او که متولد تهران است در سال 1347 وارد نیروی هوایی می شود. بعد از آموزش های مقدماتی پروازی به کشور پاکستان اعزام می شود. در آنجا نیز گرچه از نظر پروازی دانشجوی خوبی است، اما مانند هنگام آموزش در ایران همچنان بی انضباط است. اونا به نظام جمع و مقررات خیلی بیشتر اهمیت می دادن تا پرواز. روزی که رفتیم برای گرفتن جایزه و درجه و این چیزا از دست جنرال حمید خان، فرمانده کل ارتششون بود، روز که ما تو صف واسده بودیم، یکی از بچه ها یه جمله رو گفت، دوتایی ما خندیدیم. پاکستانی یک درجه داری بود که به عنوان سرپرست ما بود به من گفت مثل عتیقچی دون لاف، نخند. عذرخواهی میکنم، منم گفتم شات آپ. ما رو از اونجا کشید بیرون و تا زمانی که نوبتم شد صدام بکنن، دور این میدون ما رو با تفنگ دووند که خیس عرق شده بودیم. به هر حال موقعی که رفتم پیش جنرال حمید خان که اون وینگ پروازی رو سینم بزنه درجه رو بده، گفت من دانشجو به بی انضباطی تو تا حالا ندیدم در تمام عمرم که روز درجه گرفتنش دور میدون بده. اردیبهشت سال 1360 عتیقچی در یک روز بهاری در حال گشت زنی هوایی است. او در حال بازگشت به پایگاه است که رادار به او اطلاع می‌دهد یک میگ 21 عراقی نیروهای ایرانی را در منطقه سر پل زهاب بمباران می‌کند. من منصرف شدم از برگشتن رفتن پایگاه، به رادار گفتم من میرم دنبالش. عتیقچی به سمت هدف تغییر مسیر میدهد. به کابین عقبم که جناب حسین صادقی بود گفتم حسین بگرد تو رادار پیداش کن. گشت و پیداش کرد، گفت ولی فاصلش با ما خیلی زیاده. گفتم که اب نداره، ما میریم دنبالش. خلبان عراقی که جنگنده ایرانی را در تعقیب خود میبیند به سرعت به داخل خاک عراق فرار میکند. به رادار گفتم رادار من الان نزدیکای مرزم، میخوام برم داخل مرز عراق، برای شما مشکلی نیستش که من برم؟ گفت به مسئولیت خودتون، اگر میخواییم برین برین، ما مسئولیت قبول نمی کنیم. گفتم باشه، به مسئولیت خودم میرم. عتیقچی با مسئولیت خود وارد خاک عراق میشود. فانتوم میتواند 4 فروند موشک اسپارو هم کند. این موشک سلاح اصلی فانتوم در درگیری از فاصله دور است. اسپارو برای هدایت به سمت هدف متکی به اطلاعات رادار هواپیمای فانتوم است. برای این کار خلبان باید به سمت هدف برود و در این مدت رادار جنگنده را بر روی هدف قفل کند تا رادار اطلاعات هواپیمای دشمن شامل جهت حرکت، سرعت و ارتفاع را به موشک اسپارو منتقل کند. اسپارو می تواند در شرایط ایدئال هواپیمای دشمن را از فاصله 20 کیلومتری هدف قرار دهد. موشک اسپارو هرچند بهترین سلاح فانتوم های ایرانی است، اما تجربه جنگ ویتنام نشان داده که موشک چندان موفقی نیست. هواپیماهای ویتنام شمالی بارها توانستند با مانورهای سنگین این موشک ها را منحرف کنند. اما این بار موشک اسپارو که توسط کابین عقب عتیقچی شلیک شده به هدف خود اصابت می کند. خب اول خیلی خوشحال شده بودم، یه هواپیمای عراقی رو زدم، دشمن رو زدم، ولی آمدم خونه
دیدم که این تو روحیه‌ام اثر کرده، یعنی اونم فکر میکردم خب اونم مثل ما، درسته ما دشمن اونا، اونا دشمن ما، خب اونم الان خانواده داره، اگر مرده باشه چی میشه؟ اینا داشتم خودم میخوردم. آمدم خونه، خانم هرچی گفت نهار بخور، گفتم نمیتونم. تا یه هفته من این حالتو داشتم، تا اینکه یه خلبان عراقی را تو کرمانشاه زدن و اسیر شد، آوردن توی گردن من. بعد من بهش گفتم که در فلان تاریخ من یه دونه هاون میگ 21 زدم، خوردش زمین، ولی نمیدونم خلبانش چی شد. گفت نه خیالت راحت بشه، اون خلبانش فرید بیرون باشه، زنده است. نرمه های اول جنگ درگیری های هوایی کمی اتفاق می افتد، اما در این معدود درگیری های هوایی نیز خلبانان ایرانی دست بالا را دارند. آنها بهتر آموزش دیدند و هواپیماهایشان نسبت به رقبایشان برتری نسبی دارند. اما از همه مهمتر خلبانان ایرانی که کشورشان و پایگاه هایشان مورد حمله ناجوان مردانه قرار گرفته است، تمایل بیشتری برای درگیری دارند. از آن طرف خلبانان عراقی سعی می کنند که از درگیری های هوایی اجتناب کنند. اما در سال 60 خلبان یک فروند میگ 23 عراقی تصمیم میگیرد با جنگنده ایرانی درگیر شود. عتیقچی این بار در حوالی ایلام مشغول گشت زنی هوایی است. نیروی هوایی پروازهایی را بر فراز این منطقه مهم در غرب کشور برقرار کرده است. نیروز عراق در این منطقه فعالیت زیادی دارد. شهید داود اکرادی واقعا بزرگ مرد، شما باور نمی‌کنید، با 40 درجه تب آمد پرواز، یه پرواز گشتنی رفتش و یکی از این هلیکوپترها رو شکار کرد و تو اون 14 تا تیمسار عراقی به هلاکت رسیده. عراقی‌ها خیلی آتشی بودن، تا بالاخره این بنده خدا هفته بعدش که پرواز بود، اینو من گذاشتم پرواز، که رفتن و آقای اکرادی را زدن، پرید بیرون، چترش باز شد، سالم آمد پایین، گرفتنش. حالا اسمش از کجا اونا میدونستن نمیدونم، که فهمیدن این همونیه که اون هلیکوپتر زده. گرفتن بحثن به دوتا وانت گرش داد. آبان ماه 1360، یک هفته بعد از شهادت اکرادی، سرگرد عتیقچی و سروان علی اشکان در منطقه ایلام در حال پروازند. رادار زمینی خبر نزدیک شدن یک هواپیمای عراقی را به آنها می‌دهد. حریف یک فروند هواپیمای میگ 23 معروف به فلاگر است. میگ 23 در آن تاریخ بهترین جنگنده عراق است. اتحاد جماهیر شوروی این هواپیما را ساخته بود تا با جنگنده های نسل جدید امریکا مقابله کند. بسیاری از کارشناسان این هواپیما را در درگیری های هوایی همتراز فانتوم یا حتی برتر از آن می دانند. عراق پیش از آغاز جنگ و پس از آن تعداد زیادی از این هواپیما را دریافت می کند. قرار است این هواپیماها به عنوان مکمل میگ‌های 21 از آسمان آن کشور دفاع کنند. آبان ماه 60 روزی است که یکی از خلبانان میگ 23 عراقی با فانتوم ایرانی در رو شد. علی اشکان کابین عقب من بود، گفتم علی حواستو جمع کن، امروز خیلی شلوغ بلوغ منطقه. گفت باش، چشم تو رادار پیدا کرد، ما دیدیم با یک ارتفاعی خیلی بالاتر از ما داره میاد. ما هرچی با چشم گشتیم ندیدیمش، ولی مرتب رادار میگفت الان مثلا 10 مایلی تونه، نمیدونم چیز، مواظب باشین. ولی خب از بالا بود میدونستیم که از پایین با بالا راحت میزنه، ولی از بالا به پایین مشکله، میدونستم نمیتونه بزنه، ولی دنبالش میگشتیم هیچی را ندیدیم. علی اشکان در کابین عقب هواپیمای عراقی را در رادار جستجو میکند. آقای در یه زمان دیدیم که انقدر سرعتش زیاد بود، خب سرعت ما هم زیاد بود، مثلا فرض ما حدود 900 کیلومتر 800 کیلومتر بود، اونم همین مقدار مثلا ریت نزدیک شدنمون شد مثلا حدود 1.5 ماخ، یعنی اگر شما تو رادارم میخواب میدیدیش و قفل میکردی، قفل رو نگر نمیداشی. به هر حال دیدیم یک بال ما رد شد، بال سر ما رد شد و رفتش. رادار گفت هواپیما برگشت پشت سر شما. آقای عشق
با هم گفتش که جام سرگرد، هواپیمای عراقی تو پرچ ماست، یعنی در شرایطی که میتونه ما رو راحت و مسلسن هم بزنه. در حالی که خلبانان ایرانی خوشحالند که میگ 23 نتوانسته آنها را هدف قرار دهد، اتفاق دیگری میافتد. میگ 23 برای درگیری های نزدیک میتواند 4 موشک آتول حمل کند. روس‌ها این موشک را با مهندسی معکوس از موشک AIM-9 یا سایدوایندر که فانتوم آن را حمل میکند ساختند. این موشک نیز مانند سایدوایندر امریکایی پس از شلیک به سمت هدف گرمای خروجی موتور هواپیمای هدف را تعقیب و به آن اصابت میکند. فانتوم ایرانی برای فرار از آتش میگ 23 و برای زندگی میجنگد. من دیدم هیچ کاری نمیتونم بکنم. اگر بخوام موتور بدم فرار کنم، خب اونم بالاتر راحته، سرعت میگیره میاد میزنه، فرقی نمیکنه. تصمیم کردم یه کاری بکنم که این به اصطلاح توش بمونه، آشپز بمونه. این مانوری که من خدمتتون میگم هیچ جا تو هیچ ایرفورسی تو هیچ نیرو هوایی وجود نداره، اصلا تو هیچ کتابی نیومده، من در آوردیه. معمولا ببینین هواپیما، اگر این انگوشتر رو شما فکر کنید که کابین هواپیما باشه، همیشه وقتی گردش میکنین شما یا به چپ میگردین یا به راست میگردین، همیشه به جهت کابین هواپیما شما گردش میکنین. در صورتی که برگشتن به این سمت، به پشت گردش کردن، خیلی مشکله، مگر اینکه به خودت خیلی فشار بیاری یهو بگردونیش به راست. شما دارین به سمت چپ میگردین، حالا میخواین اینو با جی منفی گردش به راست بدین که اینه که بالا سرتونه بیفته جلو شما، یه چیز حدوده باید 4 جی منفی بکشین و در این شرایط خلبان اصلا پاشت به دستش و پاشت به هیچ جا بند نیست. یه مرده دیدین خود جناب عتیقه چی یک جی منفی بدی داد به ما که هواپیما رو به راست چرخون، یک فشار آنچنانی به بدنمون وارد میشه. این مانوری خطرناک است، چرا که ممکن است فانتوم به علت از دست دادن سرعت دچار واماندگی و سقوط شود. اما در آن شرایط بهترین راهکار است. اکنون فانتوم ایرانی در دم هواپیمای عراقی است. کردیم و اینو زدیم. خلبان ایرانی یک موشک حرارتی سایدواندر شلیک می‌کند. این موشک با تعقیب گرمای خروجی از موتور هواپیما به سمت آن می‌رود. سایدواندر که هر فانتوم توانایی حمل 4 فروند از آنها را دارد، موشک سبکی است با نزدیک به 90 کیلوگرم وزن. این موشک اشعه مادون قرمز خروجی موتورهای هواپیمای حریف را تعقیب می‌کند. نمونه‌ای که در اختیار نیروی هوایی ایران است می‌تواند از فاصله 4 کیلومتری به سمت هدف هدایت شود، اما خلبانان ایرانی در عمل در فاصله حدود 2 کیلومتری این موشک را شلیک می‌کنند. خلبان عراقی موفق به خروج از هواپیمای آتش گرفته می شود. او توسط نیروهای ایرانی دستگیر می شود و برای بازجویی به پایگاه هوایی همدان آورده می شود. این خلبانی جک کرد اومد پایین. از همدورهای خود من تو پاکستان بود، به اسم حازم. گفت هیچ فکر نمی کردم که یه روزی تو منو بزنی.